درود به شما همراهای خوب کانال جنایی گرام. شوهرم همش مأموریت بود و به من اصلا توجهی نداشت. برای همین مجبور بودم یه جور دیگه نیازامو برطرف کنم. همه چی خوب بود تا اینکه شوهرم توی خونه دوربین مخفی نصب کرد و فهمید دارم چیکار میکنم. اینا بخشی از صحبت‌های زنی بود که در نبود شوهرش هر روز مردای مختلفی رو به خونش دعوت میکرد. با ما همراه باشین تا با همین پرونده رو بررسی کنیم. اوایل آذر ماه سال 1401 بود که مرد 32 ساله‌ای به اسم مهیار به اداره آگاهی تهران رفت و گفت من 4 ساله با همسرم رها ازدواج کردم. اوایل زندگیمون خیلی خوب بود. دعوا و درگیری داشتیم مثل بقیه. ولی از زندگیمون خیلی راضی بودم. یکی دو سالی که از عروسیمون گذشت، من کارم جوری شد که همش باید برای مأموریت می‌رفتم شهرهای مختلف ایران. می‌فهمیدم رها از این موضوع خیلی ناراحته، چون همش باید تنها می‌موند. از طرف دیگه اوضاع مالیمون هم یه مقدار به هم ریخته شده بود و بازم رها حرفی نمیزد. 4 سالی از زندگیمون اینجوری گذشت. یواش یواش اوضاع من بهتر شد و تعداد سفرهای اجباریم کم شد. ولی دیگه رفتارهای رها کاملا با هم سرد شده بود. اصلا دیگه نه ذوق چیزی رو میکرد نه با هم حرف آنچنانی میزد. همش هم سرش توی گوشی بود. من یواش یواش به رفتارش مشکوک شدم. رها همش آمار ساعت دقیق رفت آمد منو میخواست. وقتایی که سر کار بودم همش فکرهای مختلف میومد تو ذهنم. با خودم میگفتم نکنه رها داره خیانت میکنه. ولی بازم خودم با جوابای چرت و پرت قانع میکردم. یک کم دیگه که گذشت دیدم شک عین خوره افتاده به جونم. واسه همین تصمیم گرفتم چند تا دوربین مخفی توی جاهای مختلف خونه نصب کنم. باید این کارو زمانی که رها خونه نبود انجام میدادم. واسه همینم چند روزی صبر کردم تا رها واسه خودش برنامه بیرون بذاره با دوستاش. معمولا هفته یکی دو بار با دوستش میرفت بیرون. منم اصلا کاری به کارش نداشتم. چند روز پیش دقیقا روز قبل اینکه برای مأموریت برم شهرستان رها از خونه رفت بیرون. منم خیلی سری دوربینا رو توی نور مخفی خونه وصل کردم. از کارم خیلی خجالت میکشیدم. با خودم میگفتم بعد وقتی از رها مطمئن شدم ازش به خاطر این کار معذرت خواهی کنم. فردای اون روز صبح زود ساعت 6 صبح من از خونه زدم بیرون تا برم شهرستان. مقصدم یکی از شهرهای شمالی کشور بود. وقتی رسیدم ساعت نزدیکای 10 صبح بود. گوشیمو برداشتم و برنامه دوربینایی که توی خونه گذاشته بودم باز کردم. یهو دیدم یه پسر جوان تو خونه است. حس میکردم اشتباه دارم میبینم. از صمیمیت بیش از حدشون قشنگ معلوم بود دفعه اولی نیست که همدیگر رو میبینن. میخواستم همون لحظه زنگ بزنم به پلیس و همه چی رو بهشون بگم. ولی باز جلوی خودم رو نگه داشتم و گفتم بذار ببینم تا کجا پیش میرن. چند دقیقه که گذشت دیدم کار به جاهای باریک کشید و با هم رفتن توی اتاق. باورم نمیشد روی تخت خونه خودم رها داشت بهم خیانت میکرد. دیوونه شده بودم. اصلا فکرم دیگه کار نمیکرد. قرار بود یکی دو روز شمال بمونم ولی دیدم اصلا حالم خوب نیست. واسه همینم با شرکت صحبت کردم تا یه نیرو جایگزین من کنن تا من بتونم برگردم تهران. ساعت طرفای 11 شب بود که وارد خونه شدم. رها خواب بود و اصلا متوجه اومدن من نشد. منم بدون اینکه حرفی بزنم اومدم نشستم روی مبل و مشغول دیدن فیلمای دوربین شدم. وقتی داشتم فیلما رو میدیدم موضوع از اون چیزی هم که فکر میکردم عجیب تر شد. علاوه بر اینکه صبح یه مرد غریبه اومده بود خونمون، بعد از ظهرم یه نفر دیگه اومده بود و رها با اونم رابطه داشته. از تعجب داشتم دیوونه میشدم. همون لحظه شروع به داد بیداد کردم. رها تازه خواب بیدار شده بود و از دیدن من توی خونه شوکه شده بود. هرچی از دهنم در اومد بهش گفتم. رها هی میگفت تو چرا زود برگشتی؟ فیلمای دوربینا رو نشونش دادم. رها خشکش زده بود. از همون دیشبم رها رو از خونه پرت کردم بیرون. الانم اومدم اداره آگاهی تا اون مدارکی که از رها دارم ازش شکایت کنم. بلافاصله با مدارکی که مهریار در اختیار مأمورای پلیس گذاشت، راز خیانت‌های رها فاش شد و دستور بازداشتش صادر شد. رها در عرض چند ساعت در حالی که خونه یکی از دوستاش مخفی شده بود، شناسایی و بازداشت شد. وقتی این زن به اداره آگاهی منتقل شد و پشت میز بازجویی قرار گرفت، با مدارکی که علیهش وجود داشت، دیگه نتونست چیزی رو انکار کنه و شروع به اعتراف کرد. رها میگفت برخلاف حرفایی که مهیار میزنه و میگه زندگیمون خیلی خوب بود، باید بگم ما اصلا زندگی خوبی نداشتیم.
از همون اولم مهیار به خاطر کارش همش اینور اونور بود و به من اصلا توجهی نمیکرد. حتی وقتی میرفت مأموریت یه زنگم به من نمیزد. همش صبر میکرد من بهش زنگ بزنم. وقتی هم از سر کار میومد خونه اصلا به من محل نمیداد. اصلا با هم حرف نمیزد. اوضاع مالیمونم هیچ وقت خوب نبود. سر هر چیزی هم بهش اعتراض میکردم میگفت ناراحتی طلاق بگیر. همه این رفتاراش باعث شد من کشیده بشم سمت افراد غریبه. سعی میکردم وقتمو با اونا بگذرونم. شوهر خودم هم که اصلا نه به من نه به نیازم هیچ توجهی نداشت. حتی وقتی خودش میگفت طلاق بگیر بهش میگفتم باشه بیا از هم جدا بشیم. وقتی اینو میگفتم بازم شروع میکرد دریوری گفتن و میگفت اینو از فکرت بیرون کن. تو باید انقدر بمونی خونه من تا موهاتم رنگ دندونات سفید بشه. از کارم خیلی پشیمونم ولی چاره دیگه ای نداشتم. واقعا باید نیازامو تامین میکردم و وقتم هم پر میکردم. اعترافای رها ثبت شد و دو نفری هم که باهاشون رابطه داشت با کمک رها خیلی زود شناسایی و دستگیر شدن. وقتی این دو نفر به اداره آگاهی منتقل شدن هر دوشون میگفتن از اینکه رها متأهل بوده اصلا خبر نداشتن. هر دوشون هم پیامای رد و بدل شده شون با رها رو نشون دادن که رها به جفتشون گفته بود که مجرد و چندین سالی که طلاق گرفته. با دستگیری این دو نفر و ثبت اعترافای متهمای این پرونده هر سه نفر تا زمان رسیدگی به این پرونده راهی زندان شدن. بالاخره بعد یک سال و کش و قوسای فراوون آبان ماه امسال روز محاکمه این سه نفر رسید. همون ابتدای جلسه مهیار توی جایگاه قرار گرفت و برای هر سه متهم این پرونده درخواست اشد مجازات کرد. بعد اون نوبت رها شد و گفت رفتار و بی‌محبتی‌های مهیار منو به اینجایی که الان هستم رسون. این دو نفر واقعا بی‌گناهن. هیچ اطلاعی از این که من متأهلم نداشتن. منم واقعا فقط می‌خواستم نیازامو برطرف کنم. نیازایی که از طرف شوهرم برطرف نمی‌شه. بعد رها کیوان و حمید متهمای دیگه این پروندهم توی جایگاه قرار گرفتن و تمام حرفای رها رو تایید کردن که هیچ اطلاعی از متأهل بودنش نداشتن. بعد تمام شدن صحبت‌های متهم‌های این پرونده، قضات دادگاه برای اعلام رأی نهایی وارد شور شدند. در نهایت، قضات دادگاه رها رو به اعدام، حمید و کیوان هم به 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم کردند. وکیل رها به حکم صادر شده اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. در حال حاضر هم هر سه متهم این پرونده توی زندانن و منتظرن رأی نهایی از طرف دیوان عالی کشور اعلام بشه. با ما همراه باشین چون فردا با یه پرونده جدید برمیگردیم. یادتونم نره اگه به این سبک ویدیو علاقه دارین حتما ویدیو ما رو لایک کنین. پس تا فردا بررسی یه پرونده جدید حتما مواظب خودتون باشین.